چقدر از این کارهای قرون وسطایی دست بردارید، اینقدر مرتجع نباشید، متمدن باشید، مترقی باشید، مملکت را مترقی، احترام به افراد مملکت بگذارید، مردم را اینقدر بیچاره بار ندارید، دانشگاهاتون جوری نشد که برنامه هاش جوانهای ما را بد بار بیارن، جوانهای ما را مبارز بار بیارید، جوانهای ما را جوری بار بیارید که در مقابل استعمار ایستادگی کنند. ما مرتجعی اینا را میگیم، اگر ما مرتجعیم بفرمایید. شمای مترقی دارید دسته دسته. سخنان آیت الله خمینی 15 خرداد 1342 گفته میشه، حالا خواهیم پرسید از یک پژوهشگر سرشناس و برجسته که آیا این واقعیت داره که در اون روز سم انقلاب اسلامی در اندام تاریخ ایران تزریق شد. آقای دکتر عباس میلانی عزیز با ما هستن. دکتر میلانی خیلی سپاسگزارم از حضور شما، گرچه حضور امروز شما کوتاه خواهد بود، ولی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. به من بفهمید، ما الان در ماه خرداد هستیم، برمیگردیم به 1142، چی گفت خمینی در این سخنرانی که این همه پاره از گروه ها از جمله جبهه ملی، نهضت و آزادی اینا رو وسوسه کرد و اینقدر به مذاق اونها خوش آمد؟ منم تعجب میکنم که چه گفت که اینقدر به مذاقشون خوش آمد. امروز که بهش برمیگردیم و نگاه میکنیم، نه تنها در اون سخنرانی که شما گذاشتید، فکر کنم این سخنرانی روز 13 خرداده و سخنرانی های قبل ایشون و تصمیمات دیگر روحانیت در یک سال قبل از این ماجرا، اگر بهش توجه بکنید در یک نگاه تاریخی، به گمان من در مفهوم دقیق کلمه آغاز یک ضد انقلاب علیه مشروطه ایرانه. در واقع خود انقلاب اسلامی 1979 در شکلی که متجلی شد، نه در شکلی که مردم فکر میکردن، ولی در شکلی که متجلی شد، یعنی ولایت فقیه، ضد انقلاب، ضد رفرماسیون تاریخی است در به گمان من تاریخ معاصر ایران. یعنی تاریخ معاصر ایران رو میشه در به نوعی به سه مرحله تقسیم کرد: انقلاب مشروطه، ضد انقلاب مشروطه که از 15 خرداد شروع میشه و تا به حال هم ادامه داره، و فاز بعدیش فاز بعد از این انقلاب هست که به گمان من فاز تحقق خواستهای انقلاب مشروطه است. یعنی یک ایران دموکراتیک، یک ایران آزاد، یک ایران که در اون قوانین برخواسته از اراده مردم هستند، نه تحمیل شده توسط روحانیت. آغاز این دعوا به گمان من وقتی شروع شد که دولت امینی تصمیم گرفت لایحه‌ای به مجلس ببره که در اون اجازه داده میشد به اقلیت‌های مذهبی که به کتاب مقدس خودشون و نه به قرآن قسم بخورن. یک ماده دیگه هم داشت و اون حق رأی زنان بود در انتخابات پیش رو، که انتخابات اصطلاح محلی و شهری و منطقی بود. یعنی در واقع تحقق یکی از خواستهای مشروطه که ایجاد این نوع دولت‌های محلی بود، نهادهای محلی بود. آقایون همشون تقریبا، روحانیون همشون تقریبا، و از همه پرصداتر آقای خمینی شروع کردن با اسلاما که این توطئه اسرائیل، این توطئه بهایی هاست، اینها میخوان قرآن رو کم رنگ بکنن، اینها میخوان با اسلام بجنگن. چطور میشه به کتابی غیر از قرآن قسم خورد؟ چطور میشه به زنان حق رأی داد؟ این آغاز سقوط اخلاقی زنان هست، این خلاف شرع اسلام هست. و دولت شاه هم عقب نشینی کرد، برای اینکه اونقدر صداها مخالف بود
که عقب نشینی کرد برای من امروز که به گذشته آدم نگاه میکنه شگفت انگیزه که هیچ کدوم از نیروهای دموکرات ایران از جمله مثلا جبهه ملی که میبایستی طرفدار و پرچمدار دفاع از آزادی باشه، دفاع از مشروطه باشه، به دفاع از این قانون بر نخواست. اینکه میترسیدن این تهمت بهشون زده بشه که مثلا از بهایی ها دفاع میکنن. گیرم هدف قانون حمایت از حق بهایی ها برای قسم به قرآن، به کتاب مقدس خودشون. کاملا حق دارن بهایی ها چنین حقی در ایران داشته باشن. چرا بهایی باید در ایران، چرا یهودی باید در ایران، چرا مسیحی باید در ایران به قرآن قسم بخوره؟ و چه اساسی؟ اکثریت مردم مسلمان هستن، اونا به کتاب خودشون قسم بخورن. اقلیتی نامسلمان هستن، اونا باید حق داشته باشن. این یه بدیهی از دموکراسیه. ولی روشنفکران اون زمان نیروهای سیاسی با شاه قهر بودن. هر کاری که شاه میکرد به گمان من براشون قابل دفاع نبود، از این هم دفاع نکردم. قدم بعدی انقلاب شاه و مردم بود، انقلاب شاه سفید بود به اصطلاح، و دوباره آقایون بیش و کم همگی دوباره به سرصدای بیشتر از طرف آقای خمینی شروع کردن که اسلام رو میخوان از بین ببرن، اسلام اجازه اصلاحات ارضی نمیده، خلاف شرع مبین اسلام تصرف زمین، اسلام اجازه حق رأی به زن نمیده، اسلام مخالف سپاه دانش هست. یکی از بنیانهاش سپاه دانش بود که میخوان این سربازها رو بفرستن به روستاها. یعنی یک چیزهایی علیه این انقلاب گفته میشد و اینکه این تحمیل شده آمریکاست، این انقلاب آمریکایی، جبهه ملی، حزب توده، دیگر نیروها، همه یک صدا که شاه به دستور آمریکا داره اصلاح ارضی میکنه، پس باید باش مخالفت کرد. اولا این حرف کاملا باطله که شاه فقط به دستور آمریکا داشت اصلاحات ارضی میکرد. شاه اگر به نوشته هاش مراجعه بکنید از 1941 که آمده سر کار، تقریبا از اولین سخنرانیش به کراه به ضرورت اصلاحات ارضی اشاره کرد. به این اشاره کرده بود که اگر از پایین، از بالا انقلابی نکنیم، از پایین انقلابی خواهد شد. چون در ایران فکر توطئه هست، چون در ایران این فکر هست که هر کاری که شده از خارج شده. وقتی کندی ها اومدن یه چنین حرفایی زدن، بدون شک کندی، دولت کندی به شاه فشار آورد که اصلاحات انجام بده، شکی در این نیست، اسنادش خیلی زیاده. ولی اینکه بگیم همه اینها به خاطر کندی بود، به خاطر دولت کندی بود، یه به نظر من خلاف عظیمی است. و یک اتحادی ایجاد شد در واقع از زمیندارا مخالف اصلاحات ارضی بودن، از روحانیت که مخالف اصلاحات ارضی بودن و حق رأی زنان بودن، و نیروهای سیاسی که با هر کاری که شاه میکرد در واقع مخالف بودن و فکر میکردن که هیچ کار مثبتی نمیتونه انجام بده. گفتم ما در کنفدراسیون میگفتیم نه، شاه نم میخواهد و نم میتواند اصلاحات بکنند. معلوم شد که هم میخواد و هم تونست، و این اپوزیسیون بود که درایت کافی نداشت، به غیر از مثلا واقعا شخص ملکی، خلیل ملکی، همونطوری که قبلا هم به شما در برنامه شما عرض کردم، از معدود روشنفکران اون زمان بود که فهمید در این دعوا طرف مترقی نه آقای خمینی اونچنان که در این سخنرانی میگفت، بلکه شاه. طرف مرتجع آقای خمینی و طرفدارانش هستن. و این ارتجاعیت به گمان من حتی یک چشمانداز تاریخی مهمتری داره. یعنی همونطوری که قبلا عرض کردم در تشیع یه جریانی در جهت اصلاحات وجود داشت، در واقع یه نوع رفرماسیون شیعه وجود داشت که از شیخیه در قرن 19 هم شروع می شد، به ناینی ادامه پیدا، در ناینی ادامه پیدا می کرد، در سنگلجی ادامه پیدا می کرد، در حکمی زاده ادامه پیدا می کرد، در حتی شریعت مداری. و آقای خمینی سردمدار ضد رفرماسیون شد،
سردمدار این شد که بگه نه، اسلام به گریه زنده است، اسلام به آخون زنده است، اسلام به خرافاتش زنده است، تشیع بدون اینها قابل دوام نیست. 15 خرداد آغاز تلاش برای به قدرت رسوندن این فکر از لحاظ تاریخی سخت واپسگرا بود. بگم دوشه میلادی عزیز، خود این اتفاقی در ایران افتاد، این خیزش که هم روحانیت درش بود هم گفته میشه گوندلات ها اون رو هدایت کردن در سطح تهران، که حالا از شما خواهم خواست که لطف بفرمایید توضیح بدید در این باره، به نظر میرسه که برای نخستین بار موضوع یک حکومت اسلامی رو روی میز دیپلماسی های کشورهای غربی قرار داد. حالا روسیه و اینها رو نمیدونم، ولی آمریکایی ها برای اولین بار متوجه شدن که در ایران یک نیروی وجود داره که قادر به تغییرات، شاید از اون طریق برخی از کشورها فکر میکردن که میشه رژیم شاه رو زیر فشار گرفت. این واقعیت داره؟ من چنین چیزی ندیدم، ولی اینکه رژیم شاه رو میخواستن زیر فشار قرار بدن حتی قبل از 15 خرداد به نظر من شکی نیست. یعنی اسناد کاملا نشون میده و من در کتاب نگاهی به شاه مثلا اینو اسناد رو بر اساس اسناد خود آمریکایی‌ها مرکز کردم که و بر اساس گفتگوی مفصل با تیمسار علوی کیا که آمریکایی‌ها وقتی کندی میاد سر کار شروع میکنن تماس گرفتن با برخی از عمرای ارتش برای اینکه ببینن حاضرن کودتایی علیه شاه بکنن یا نه. یکی از کسانی که باش تماس میگیرن خود علوی کیاست و علوی کیا چون انسان وفاداری بود، متاسفانه شاه قدر وفاداریش رو ندونست و خیلی زود بعد از این ماجرا از کار برکنارش کرد چون فکر میکرد که هم دست تیمسار بختیاره، ولی رفت به شاه گفت آمریکایی‌ها با من چنین تماسی گرفتن. شاه گفت بهشون روی خوش نشون بده ببینیم میخوان چیکار بکنن. آشکارا داشتن مزه میکردن ببینن زمینه برای این کار آماده هست یا نه. به این نتیجه رسیدن که نه ظاهرا زمینه هست، نه اگر چنین حرکتی بشه الزاماً به نفع آمریکاست. کوتاه آمدن و بعدم بعد از اون میدونیم که دیگرانی از عمرای ارتش مثلا دو نفرش خود تیمسار بختیار وقتی که در زندان بود و کیا حجلی کیا که اونم به جرم دزدی در زندان بود، از زندان به آمریکایی‌ها تماس میگیرن که اجازه بدید کمک کنید ما کودتا بکنیم و دولت آمریکا به شدت اونها را از کودتا برحذر میکنه. در این که آمریکا در این زمان در جهت فشار علیه شاه هست به نظر من شکی نیست. حتی بعد از این اصلاحات اگر دوباره بر اساس اسنادی که من پیدا کردم، بعد از این اصلاحات، بعد از این که اصلاحات ارضی انجام میشه یا شروع میشه، کندی در چند ماه آخر زندگیش به گفته آقای داگلاس که قاضی دادگاه عالی آمریکا بود و از مشاورین بسیار نزدیک کندی ها بود و ارتباطات گسترده‌ای با جبهه ملی داشت، با قشقایی ها داشت، ایران سفر کرده بود، در میان قشقایی ها رفته بود، با سران جبهه فالوده خورده بود، او در خاطرات خودش میگه، در تاریخ شفاهی میگه که چند هفته قبل از مرگش ما به این نتیجه رسیدیم که باید شاه رو دوباره تحت فشار قرار بدیم و شاید حتی اسباب برکناریش رو به نفع ولیعهد فراهم بکنیم. البته کندی به قطع نرسه. یعنی در این که اونها میخواستن بر شاه فشار بیارن، به گمان من دولت کندی به خصوص میخواست فشار بیاره و فشار آورد شکی نیست، ولی در اینم که همه این اصلاحات نتیجه مثلا فشار آمریکا بود، به نظر من اون هم حرف یکشوگه است. بدون شک در این دوران گندلات هایی که شما بهش اشاره میکنید نقش بسیار مهمی داشتن. من از همه دعوت میکنم مطالعه بسیار دقیقی که خانم هما ناطق کردن و در وبسایت ها قابل دسترسی است در مورد ارتباط مراجع تقلیب از زمان مشروطه تا زمانی که ایشون در حیات بودن
با همین گندلات ها و اینکه چطور هر بیتی یه سری از این اجامر اوباش داشت که محله رو غرق میکردن، فرامین آقا رو اجرا میکردن، یعنی ارتباط گسترده بسیار دقیقی بین پیدا شده. البته تو تاریخ قبل از مشروطه نگاه بکنید ببینید که نیروهای اسلامی در خیلی از مواقع حتی در آغاز اسلام با گروه هایی که اونها به سعالک گفته میشن، اونها قطاع طریق بودن، اونها گندلات های اون زمان بودن و اعراب مهاجم به ایران، با اینها متحد میشدن برای اینکه شهرهای طغیانی ایران رو، مردم معترض ایران علیه سلطه عرب و اسلام رو ساکت بکنن. یعنی یه سنت دیرینه ایست، ولی در تاریخ مشروطه به بعد یه سنت جا افتاده ایست. همه اینها میرسن، نواب صفوی که مراد آقای خامنه ایست، متحد آقای کاشانی است، خودش یک گندلاته. او دقیقا در خاطرات در کتاب خودش میگه که ما باید بریم این لاتا رو بسیج بکنیم، اینها نیروهای ضربت مهم ما هستن. خب در 15 خرداد اونا رو آوردن در خیابونها، رژیم شاه هم البته باشون مقابله کرد، علم باشون مقابله کرد، یه حدود 200 نفر کشته شدن که من خیلی متاسفم. تظاهرات به نظر میاد تظاهرات صلح‌آمیزی بود، ولی دقیقا به نظر میاد دوباره که تلاشی در جهت انداختن رژیم شاه در اون زمان صورت گرفته. من یکی دو مصاحبه دیدم مثلا از فرزند آقای شریعت مداری که در یه جا گفته بودن که طرفداران خمینی با بعضی از ایلات تماس گرفته بودن ببینن اونها حاضرن در این ماجرا شرکت بکنن. میدونیم که اتحاد مذاکراتی با برخی از نیروهای همین نظامی مخالف شاه داشتن. به هر حال این وحدتی که ایجاد شد 15 خرداد رو ایجاد کرد. البته دوباره برای اینکه واقعا انصاف تاریخی رو رعایت بکنیم، یه مسئله ای که به آقای خمینی خیلی کمک کرد که جنبه ارتجاعی مخالفت های خودش رو با انقلاب شاه و مردم پنهان بکنه و موضع خودش رو جوری اعلام بکنه که نیروهای چپ و نیروهای دموکرات هم بتونن یه جوری یه کلاه شرعی پیدا کنن که زیر بیرق ایشون سینه بزنن، مخالفت قاطع ایشون بود و به گمان من مخالفت برحق ایشون بود با قضیه دادن مسئولیت دیپلماتیک به سربازهای آمریکا، یعنی قرارداد سوفا Status of Force Agreement که به مجلس میره، علم اول به مجلس میبرتش. در خود کابینه علم مخالفت هایی با این وجود داشت. آقای باهری وزیر دادگستری اون زمان به علم، باهری از نزدیکترین آدم ها به علم بود، میگه که این احیای کاپیتولاسیون نکنید این کار رو، حتی اگر میخواهید آمریکایی‌ها رو بهشون مسئولیت بدید راه قانونی بود که داره یه بودجه درست بکنید، هر کسی بازداشت میشه فوری وثیقه‌اش از اونجا دریافت پرداخت بکنید، خلاصه کلاه قانونی پیدا میکنه. ولی علم نمیپذیره چون شاه بهش فشار میاره. علم صورت جلسه یک کابینه رو در واقع جعل میکنه، کابینه که جلسه وجود نداشته، و اونها رو به عنوان کسانی که این طرح داهیه رو پیش قبول کرده بودن به مجلس میفرسته و در دوران منصور لایحه تصویب میشه. آقای خمینی با شجاعت با این قضیه مخالفت میکرد و اون مخالفتش و این مخالفتی که با آمریکا و این قرارداد میکرد پنهان میکرد این جنبه ارتجاعی مخالفتش با اصلاحات ارضی، جنبه ارتجاعی مخالفتش با حق رأی زنان. داره گفته که بکنی با آقای دکتر عباس میلانی، از اینجا شو میلانی پس یه اکس های سخنرانی آقای خمینی نگاه بکنیم در همون 13 خردادی که اشاره فرمودید، حضار همه معمم هم آخونده هستن که دارن گوش میکنن به حرفای او. وقتی بینیم به خیابونهای قم و تهران، بیشتر تهران، از اونها خبری نیست، همینطور که اشاره فرمودید گروه های هستن اوباش که رهبری و هدایت اونها به طیب رضایی، طیب حاج رضایی.
اون با کدام یک از این روحانیون بیشتر نزدیک بود و انیس بود؟ ظاهرن با همشون طیب، با همه این، فقط هم طیب نیست، طیب گنده هست، طیب معروف شده به خاطر اینکه کشته شد، ولی خیلی از اینها بودن در قم، در تهران، در شهرهای دیگه. همونطور که گفتم، شما اگر کتاب ناطق رو، خانم ناطق رو بخونید، میبینید که این یک پدیده فقط در چیز هم نیست، در 15 خرداد نیست، در 28 مرداد هم آقای کاشانی بود که بخش عمده نیروهای طرفدار شاه رو به خیابون آورد. به نظر من دوباره اسناد آمریکا در این شکی نمیذاره که اونا فکر میکردن کسی که میتونه تو خیابون آدم بیاره بیش از هر کسی کاشانیست و حزب توده، و کاشانی بیشتر از حزب توده، و بسیاری از این نیروهایی که آورد نیروهای همین گندلات ها بود، نیروهایی بود که با بیتش ارتباط داشتن، طرفداران نواب صفوی بود. و در 13 خرداد نکته جالبی که دوباره این مقداری نوع زیرکی آقای خمینی رو نشون میده اینه که اون سخنرانی رو، معمولا سخنرانی ها آقایون منبر میرن و یه وعظی میکنن، بعد به سهرهای کربلا میزنن، روزه میخونن، گریه میارن، میان پایین. آقای خمینی عکس این کار رو در اون جلسه میکنه، اول روزه کربلا میخونه، اول جماعت رو به هیجان و گریه میاره، بعد شروع میکنه بحث سیاسی کردن. یعنی دقیقا اون هدفی که در اون زمان داشت، یعنی تحریک افکار مذهبی به اینکه شاه داره یک کار ضد اسلام میکنه، شاه به دستور اسرائیل و به دستور آمریکا میخواد در کار ضد اسلام بکنه. البته دوباره این رو هم بگم که همه در مورد شجاعت سخنرانی آیت الله خمینی صحبت میکنن، ولی توصیه میکنم برید سخنرانی های شاه رو هم در اون زمان بخونید. من دوباره بعضی از این سخنرانی ها رو به تفصیل آوردم در نگاه به شاه. سخنرانی های شاه در اون زمان علیه روحانیت، علیه آقای خمینی، بجون اسمشو نمیاره ولی معلومه مخاطبونه، شگفت انگیز از بابت تندی. میگه اینها کرم نجاست هستن، میگه ما دیگه به اینا اجازه نمیدیم بعد از هزار سال مفت سکمیتوش مردم سوار بشن. یعنی باور نکردنیه. من هرگز در رضا شاه چنین صحبتی در مورد آخونده حداقل علنی ندیدیم. به توپ بسته وقتی که روشون رو زیاد کردن، وقتی که مثلا رفته قوم با چوب خودش یک آخوندی رو که به زنش بی احترامی کرده زده، ولی اینکه اونجوری صحبت بکنه، من حداقل هرگز ندیدم رضا شاه. البته رضا شاه اصولا زیاد سخنرانی که نمیکرد، اما سخنرانی خیلی کوتاه میکرد و حرفشو به اجمال میزده، ولی حرفای شاه هم اون زمان خیلی حرفای تندیه. و به خاطر این قهر سیاسی که اپوزیسیون با شاه داشت، به نظر من به جای اینکه در کنار اون تحولات بیسته، در مقابلش ایستاد. دوباره اگر از لحاظ تاریخی آدم نگاه بکنه، خب این که برای جبهه ملی، این که رهبرشون در اون زمان دکتر مصدق هنوز در حبس خانگی بود، یه مقداری دشوارش میکرد، ولی من مطمئن نیستم اگر خود دکتر مصدق میتونست نظری بده، کمون که ملکی اونجوری که به مصدق مینیسه میگه که شما بیاد حداقل به اینا یه هدایتی بکنید، اینا عوام فریب هم نیستن، اینا فریفته ای عوام. من چطور میشه در این زمان ندید که خمینی طرف تهجره و شاه هست که طرف ترقی است؟ آقای دکتر میلادی، گشتم ببینم که کجا میتونم بیانیه نهضت آزادی رو پیدا بکنم در مورد مثلا دادن حق رای به زنان، اونم در ایران ما که اتفاق مهم در جهان اسلام بود، و در ایران شناسی پیدا کردم واکنش نهضت آزادی رو. بالاخره نهضت آزادی شمار زیادی از اعضاش تحصیلگردگان غرب بودن، برخی از اونها در آمریکا درس خونده بودن، برخی در فرانسه درس خونده بودن، چهره‌های خیلی معروف. دیدم از دادن حق رای به عنوان گسترش فرهنگ فحشا یاد کردن،
و خیلی برام جالب بود. ببینم اون زمان چه کسانی در رأس نهضت آزادی بودن که تا اینجا پیش رفتن و خیلی عقبتر از خمینی بودن به نظر من. وقتی سخنرانی باز خمینی رو گوش میکنید، از ترقی صحبت میکنه، از پیشرفت صحبت میکنه، یعنی یک تاکتیک عوام فرایبانی خمینی به نظرم خیلی قوی و نیرومند. اونا حتی این تاکتیک رو هم نداشتن. رهبر اصلیشون مهندس بازرگان بود دیگه. مهندس بازرگان بود و آقای آیت الله طالقانی، اونها در واقع یه هیئت 5 نفری بودن که از جبهه ملی جدا شدن و نهضت آزادی رو ایجاد کردن. در واقع اینا همشون در نهضت در جبهه ملی بودن دیگه. اینا مذهبیون نهضت جبهه ملی بودن و تصمیم میگیرن که جدا بشن و یک جریانی به اسم نهضت آزادی درست بکنن. و به نظر من در اون قضیه دوباره مثل بخش اعظم نیروی اپوزیسیون ایران کاملا نقش ارتجاعی داشتن. خیلی از نیروهای چپ هم نیمدن بگن که حق رای زنا، حق آغاز فحشا است، اونچنان که روحانیون میگفتن، اونچنان که خمینی میگفت، اونچنان که بازرگان و آقای طالقانی در اون زمان گفتن. ولی نیروهای چپ هم میگفتن که بله این هم جدی نیست، برای اینکه در ایران آزادی وجود نداره. چون در ایران آزادی وجود نداره، حق رای زنان هم یک ملعبه تبلیغاتیه. عجب. اولا از زنان اگه بپرسیم حتما فکر نمی کردن ملعبه تبلیغاتیه. ولی میدونید یک فضای عجیبی در اون زمان وجود داشت و وجود آمده بود و بعد اتفاقاتی که بعد افتاد به گمان من علم با اتفاقاتی که در 15 خرداد میفته فکر میکنه که ریشه نفوذ روحانیت در ایران رو زده. بارها در خاطراتش نگاه بکنی بیخ گوش شاه میگه که این آخوندها که دیگه عددی نیستن، من خدمتم رو کردم، من اینها رو از بین بردم، بل کردم. خب بیخود میگفت، هم بیخود میگفت در اون روز و هم بیخود میگفت به خاطر اینکه سیاستهای خود شاه در سالهای بعد از 15 خرداد عملا به تقویت آخوندها منجر شد، برای اینکه به اونها آزادی میداد، در حالی که آزادی رو بر همه نیروهای دیگه از جمله طرفداران مصدق، از جمله نیروهایی مثل خلیل ملکی، میگم خلیل ملکی در این زمان طرفدار موضع شاه بود اصلاح. ولی بعد از 15 خرداد خلیل ملکی و آقای صفا و برخی از همراهان ملکی رو به زندان انداختن. خیلی میگم یه تحولات واقعا عجیبی است. الان که آدم نگاه میکنه میبینه که چطور زمین ساز فلاکت امروز ایران شدن. آقای دکتر میلانی، آخرین سوالمه، به نظرم سوال خیلی مهمی هم هست، خودم میگم میخوام نظر شما رو جویا بشم. در مواقع حساس و بحرانی در ایران که حالا شورشی ها توی خیابون بودن و تظاهرات بزرگ مثل این 15 خرداد یا بعدها انقلاب در جریان شب های انقلاب و تظاهرات بزرگ، وقتی به شما راجعه میکنند طرفدار سرکوب نیست، دائما نهی میکنه هر گونه سرکوب رو و میگه اجتناب بکنید، از جمله خسرو داد، حتی داد میزنه بر سر خدا. در مورد تظاهرات 15 خرداد هم این علمه که طرفدار سرکوب شاه طرفدار سرکوب نیست. میخوام در این زمینه نظر شما، تمام شواهد دقیقا حرف شما رو در مورد 15 خرداد تایید میکنه. یعنی علم شاه میگه که چون میشناسه شاه رو، میگه شما برید تماس هم با من نگیرید، بذارید من کار رو انجام بدم، با نیروهای عمرای ارتش هم تماس نگیرید، چون فکر میکنه که اگر اونا تصمیم با تماس بگیرن او خواهد گفت که خشونت نکنید. این شاه واقعا همطور که گفتید کلن از این نوع برخورد اعتراض داشت و فکر میکرد که باید حتی امکان راه دیگری برای این قضیه باشه. ولی در این حال بعد از 15 خرداد هم علم رو برداشت، جالب اینه، هم علم رو برداشت، علم تا آخر عمر واقعا از شاه گرمان بود،
که من تاج تخت رو حفظ کردم و تو من رو از کار برکنار کردی، قدرت رو دادی به این منصور. واژه های خیلی زشتی هم برای منصور استفاده میکنه. به علاوه کسی دیگری که شاه برداشت، میگم واقعا هم تاریخی نگاه بکنه خیلی مسائل روشن میشه، پاکروانه. شاه به این نتیجه میرسی که پاکروان بایستی میتونست به عنوان رئیس ساواک پیشبینی میکرد که 15 خرداد چه شلوغی خواهد شد، و چون پیشبینی نکرده بود، دو سه هفته بعد از 15 خرداد به یک سفیر آمریکا که دیدار داره بهش میکنه، میگه من پاکروان رو باید از کار برکنار کنم، علم هم باید برکنار کنم، باید یه دستگاه جدیدی بیاریم که در واقع اصلاحات انجام بده. برای اصلاحات منصور رو میاره که اون زمینه بسیار جالب متفاوت پیچیده‌ای داره، ولی ساواک رو از پاکروان میگیره و میده دست نصیری. پاکروان انسان فرهیخته فرزانه دموکراتیست که عملا در دوران ریاستش شکنجه در ساواک متوقف میشه. عملا پاکروان تلاش میکنه، دقیقا تلاش میکنه که با اپوزیسیون از خمینی بگیرید تا جزنی در زندان یک آشتی بین اپوزیسیون و شاه ایجاد بکنه. اون امکان با رفتن پاکروان از بین میره و نصیری میاد که نه سودای آشتی داره و نه جرأت اینو داره که به شاه حقایق بگه. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور میترسه اخبار واقعی در مورد اطلاعات و امنیت رو به شاه بده. بارها میگه خاطر اعلی حضرت رو مکدر نکنید. بار من چند مصاحبه از آقای ثابتی شنیدم که گزارش هایی که مثلا ثابتی دهیه میکرد و نگران بود از وضع آینده، اونها رو به شاه نمیدادن، برای اینکه میگفت اعلی حضرت عصبانی میشن. وقتی شما سازمان امنیتتون رأسش یک کسی مثل نصیری باشه که اخبار رو نمیتونه بده و علم هم دائم بیخ گوشتون میکنه که اینها عددی نیستن، ما پنبه اینها رو زدیم، اون وقت شاید تعجب آور نیست که، و در این حال هم در تمام این مدت به اینها اجازه دادید مدرسه بسازن، حسینیه بسازن، هیئت بسازن، 1001 مدرسه را بندازن، 1001 جور پول جمع بکنن. اصلا شما بخونید این داستانهای الان خاطرات برخی از این مرده نواب صفوی رو بخونید، یکی از همین کسانی که دوست 60 ساله آقای خامنه‌ای هستن، اخیراً دیدم باشه مصاحبه کرده بودن، میگه بله مدرسه رفاه رو پولشو من دادم، از پولی که آقای خمینی به من داده بود، به من حق داده بود این پولو خرج کنم، بعد با اون پول رفتم سفر کردم با هیئت‌های اسلامی دانشجویی خارج کشور دیدار رو گفتگو میکردم. اینا داشتن سازمان بندی میکردن، همه این کارا رو میکردن. ساواک نگران این بود که چپ خطر اصلی است و بایستی با اون مواجهه بود. آجای شبین علی، صمیمانه سپاسگزارم از حضورتون. از شما متشکرم. ممنونم. امیدوارم بتونیم بخش هایی از سخنرانی آقای خمینی رو بیشتر برای شما پخش بکنیم، چون خیلی سخنرانی نشون میده که وقتی نرخ تزویر و عوام فریبی بالا میره، آدمی تبدیل میشه مجسمه رذیلت، و به نظر من فریب بزرگ در همین جاست که مفتون میکنه بسیاری از گروه ها رو، چپ و راست فرق نمیکنه، گروه میانه رو، گروه میانه یعنی گروه ملیگرای ما رو که منافع ملی رو برای منافع ملی شعار میده و دنبال یک نظام آزاد مشخص میشه که تصور اونها، فهم اونها، درک اونها از یک نظام آزاد تا چند بی‌معنا و توهیست. اون اتفاق هم میهنانم که هنوز هم معلوم نیست چه تعداد در شرکت داشتن. عکسایی که من دیدم، تعداد کسانی که در تظاهرات شرکت داشتن و هدایتش با گندلات ها بود، چندان زیاد نیستند. من اینجوری دیدم. حالا باید ببینیم که گزارش واقعی تاریخ در این زمینه از چه قراره. بروی
امروز با متوجه میشیم که انقلاب اسلامی در ایران در 15 خرداد 1342 کلید خورد، 1342، و در بدبختی و مصیبتی که بدید آمد خیلی از شخصیت های پیش رو، مترقی ما، شخصیت های سرشناس ما سهم اساسی داشتن. این شرکت سهامی، شرکت سهامی نگونساری ایران. گوش کنید حرفای خمینی رو. بیایید یه قدر از این کارهای قرون وسطایی دست بردارید، اینقدر مرتجع نباشید، متمدن باشید، مترقی باشید، مملکت را مترقی، احترام به افراد مملکت بگذارید، مردم را اینقدر بیچاره بار ندارید، دانشگاهاتون جوری نشد که برنامه هاش جوانهای ما را بد بار بیارن، جوانهای ما را مبارز بار بیارید، جوانهای ما را جوری بار بیارید که در مقابل استعمار ایستادگی کنند. ما یه مرتجه اینا را میگیم، اگر ما مرتجعیم بفرمایید، شما یه مترقی دارید دسته دسته این بیچاره ها را، این جوانه های ما را از این میبرید. مدارستون یه مدارس سلیه نیست که انسان بتونه به شکل اینا داشته باشه، برنامه هاتون یه برنامه های استعماری است، همش باشی، همش فوتبال، همش چی، سایر ممانش هم اینطوری است. پس این حکومه ها را چی درست کرده؟ پس این تیاره ها چی درست کرده؟ مملکت به ترقی لوله همین خوب این لوله ای که برای آب گردون درست کردن، چون ایران درست کرده قابل استعمالی، مملکت مترقی تو از این رنگسالی هم باز بالا نرفتی، در از ما را گفت ما در رنگسالی چیزی بلد نیستیم گفتن. این مملکت مترقی، این مملکت مترقی که الان نسبت به هر چیزی که احتیاج داره به خارج، از اسرائیل پارسناس میارد، ایفاد بی اسرائیل میشه ستیزیار میگیرم، سهرداری ها از دو انسان رفتند، از دو از خاصی رفتند، این فرستادن دیشون که برن در مثل در روزنامه اتحار هم بودی که برن در اونجا چیزی یاد میگیرن. من نمیدونم از یاد اونجا میخوان چیزی ها، اون از من تقلب باید یاد میگیرن، از اونها باید خود رو فرید یاد بگیرن. چی میخوان یاد بگیرن؟ من میشه که مترقی چی میگی؟ چی میگی شما ها؟ مگر با الفاظ میشد؟ مگر با چهار تازن فرستاده به مجلس ترقی حاصل میشد؟ مگر مردا که تالا بودن ترقی برای شما درست کردن تا شما حاصل کردن؟ ما میگیم اینا را فرستادن در این مراکز جز فساد چیزی نیست. شما بعد تجربه کنید ببینید بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگر اینا را بفرستید به دیال خودتون، ببینید اگر شما جز فساد چیز دیگر دیدید. ما با ترقیزان مخالف نیستیم، با این فکس ها مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم. مگه مرد ها آزاد هم که زن ها میخوان آزاد باشن؟ آزاد مرد ها آزاد هم با لفت درست میشن؟ زن ها مرد ها آزاد هم؟ در این مملکت الان مرد ها آزاد هم؟ در چی آزاد هم؟ و من عاجزم از این که تشکر کنم از جمعی ملت های مسلمی اسلام، تشکر کنم از ملت بزرگ ایران، جمعی اصناف، جمعی طبقات، اینهایی که با ما همکاری کردن، اینهایی که در غم ما غم خوردن. تشکر بزرگ کنم از مراجع تقلید عظیم و شان، زحمت کشیدن، تهران رفتن، اهانت ها دیدن در اونجا، زحمت ها کشیدن در اونجا. مراجع بزرگ از بلاد جمع شدن در مرکز، از مشهد
تشریف آوردن، از اهواز تشریف آوردن، از قم عاصم ما تشریف بردن، مراجع ما تشریف بردن، نجف همراهی کرد، قم خب عمیانانه امیدارم گوش کرده باشید. در این سخنرانی آقای خمینی که این همه مورد تایید گروه های چپ مترقی ما قرار میگیره، هم ماهیت ضد زن خودش رو بروز میده، نفرت داره از حضور زنها در مسئولیت های اجتماعی و میگه حضور اونها باعث فحشا میشه، یعنی حضور زن رو موجود فحشا میتونه در سطح جامعه، و مخالف سپردن مسئولیت به زن هاست. یکی یهود ستیزه به شدت، میگه من که از اونها میشه جز تقلب و تقلب یه چیزی، یعنی از تقلب یاد میکنه، تقلب فرید چیزی آموخت، یعنی ضد یهودیست و این یهودی ستیزی خودش رو پنهان نمیکنه. موندم که آیا اینا سخنرانی های خمینی رو گوش نمی کردن، کتاب هاش رو نخوندن؟ چطور ممکنه یک نفر طرفدار سوسیالیسم علمی باشه، طرفدار رستگاری بشر باشه، خودش رو انسان محور معرفی بکنه، معتقد باشه که دین افیون ملت هاست، اما به سادگی آب خوردن بنشینه بیانیه بده، تایید بکنه، امضا کنه، اسمش رو بگذاره پای بیانیه، بیان نهضت آزادی رو بخونید، تکون دهنده است. از دادن حق رأی به زنان به عنوان گسترش فرهنگ فحشا یاد میکنه، شاه آمده فرهنگ فحشا رو در ایران گسترش بده، و یکی از قدم ها در این زمینه دادن حق رأی به زن. مگه کسی به زن حق رأی میده؟ مگه زن اصلا حقی داره؟ زن مملوک ماست. اینه متاسفانه، یعنی وقتی گفته میشه که ما با نسلی روبرو بودیم که مدعی بود، مدعی تاریخ بود، مدعی تعویض تاریخ بود، مدعی بود بهتر از هر کسی میتونه تاریخ رو دگرگون بکنه، از شخصیتی دفاع کنه، پشت سرش بیسته، انقلاب سفید ایران رو نفی بکنه، علیهش هرچی که از دستش بر بیاد انجام بده، در نظام پروپاگاندیستای کشورهایی مثل چین و نمیدونه آلمان شرقی و روسیه و از این قبیل، حتی کشورهای غربی تو انگلیس بی بی سی شرکت بکنه و این جنازه رو بگذار رو دست مردمان ما.